سلام دوستان عزیز به ویدیوی جدیدم خوش اومدید امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه تو این قسمت از سوال 461 تا 485 رو میخوام براتون ترجمه کنم میریم سراغ سوالاتمون 461 واس موسن زی بایم اینفارن اوف دی اوتوبان به اختن هنگام ورود به اتوبان به چه چی چیزی باید توجه کنید جواب اول auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren auf der توی لاین شتاب اجازه دارم سریعتر از جاده یا همون لاین اصلی رانندگی کنم. تو این تصویر رو ببینید به این لاین که شما رو وارد اتوبان میکنه بهش میگن این فدلونگز شتخیفن. حالا یا میشه گفت لاین ورود به اتوبان یا اینکه بهتر بخوایم بگیم لاین شتاب یعنی جایی که شما اینجا شتاب میگیرید که بتونید وارد لاین اصلی بشید در از شما وقتی میخواید سبقت بگیرید همیشه از سمت چپ ماشین جلویتون سبقت میگیرید هیچ موقع از سمت راست اجازه ندارید سبقت بگیرید ولی توی این این توی این لاین های شتاب شما میتونید اینجا سری شتاب بگیرید و خودتون رو که بتونید خودتون رو توی این لاین اصلی جا کنید البته وقتی که اون وضعیت ترافیک این اجازه رو به شما بده اگر اونجا وضعیت طوری باشه که نتونید خودتون رو جا کنید یا شتاب بگیرید و وارد این لاین اصلی بشید اونجا دیگه باید به این قسمت آخرش که رسیدید و به این انتهای لاین شتاب که رسیدید باید توقف کنید چون اینا حق تقدم دارن اینایی که تو این لاین اصلی هستن اینا حق تقدم دارن اینا که عبور کردن بعدش شما اجازه دارید عبور کنید پس جواب اولمون درسته که میگه توی لاین شتاب اجازه دارم سریعتر از جاده یا همون لاین اصلی رانندگی کنم این درسته جواب دوم در فرکر اوف در که هندن فاون حد فوفاد ترافیک توی جاده اصلی حق تقدم داره خب این درسته اینو همین الان توضیح دادم بهتون گفتم که اونایی که توی لاین اصلی هستن اونا حق تقدم دارن جواب سوم در فرکر Auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Trafik توی لاین سمت راستی باید ورود به اتوبان رو ممکن بسازه. خب این اشتباهه. چرا چون اونا حق تقدم دارن. اونا مجبور نیستن اینجا گفته مس یعنی که مجبورن یا باید اون ورود به اتوبان رو برای شما ممکن بسازن. خب این اشتباهه چون اونا حق تقدم دارن مجبور نیستن که ورود شما رو ممکن بسازن. 462 Sie fahren mit Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und möchten diese an der nächsten Ausfahrt verlassen. Wie شما با حد سرعت مجاز توی اتوبان در حال رانندگی هستید و میخواهید اتوبان رو توی خروجی بعدی ترک کنید. چگونه باید رفتار کنید؟ جواب اول ich setze die Geschwindigkeit auf dem Ausfeldlungsstreifen deutlich herab herab setzen میشه پایین آوردن کم کردن یا کاهش دادن ترجمه کامل جواب به این صورته سرعت را توی لاین کاهش سرعت کاهش میدم یا کم میکنم این درسته تو این تصویر رو ببینید این Ausfeldlungsstreifen هست یعنی لاین کاهش سرعت یا همون لاینی که شما را از اتوبان خارج میکنه شما وقتی که میخواید از اتوبان خارج بشید زمانی سرعتتون رو کم میکنید که وارد این اوس بشین یعنی وقتی راهنما زدید اومدید اینجا توی این لاین که اومدید اینجا دیگه سرعتتون رو کم میکنید واسه همین اسمش لاین کاهش سرعت هستش شما اینجا سرعتتون کم میکنید که بتونید از اتوبان خارج بشید. جواب دوم ich setze die Geschwindigkeit bereits auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn deutlich herab. سرعت رو از قبل توی لاین سمت راستی اتوبان کاهش میدم. خب این اشتباهه. این aus Fedelungsstreifen واسه اینه که شما اینجا توی این لاین سرعتتون رو کاهش بدید. نه اینکه توی لاین اصلی اتوبان. واسه همین این اشتباهه. جواب سوم ich beende überholvorgänge rechtzeitig سبقت گرفتن ها رو به موقع به پایان میرسونم خب اینم درسته 463 nach längerer fahrt mit etwa 120 kmh wollen sie die autobahn verlassen was haben sie dabei zu beachten پس از رانندگی طولانی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت میخواید اتوبان رو ترک کنید در این هنگام به چه چی چیزی باید توجه کنید جواب اول ich behalte die geschwindigkeit auf dem ausfädelungsstreifen bei um den nachfolgenden verkehr nicht zu behindern سرعتم را توی لاین کاهش سرعت حفظ میکنم تا ترافیک پشت سرم رو مختل نکنم خب این اشتباهه چون شما وقتی وارد این لاین کاهش سرعت میشید اونجا دیگه باید سرعتتون رو کاهش بدید نه اینکه سرعتتون رو حفظ کنید و این اصلا ربطی به ترافیک پشت سرتون نداره این لاین مخصوص کم کردن سرعته جواب دوم ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern به موقع راهنما میزنم و سرعت رو توی لاین کاهش سرعت کاهش میدم تا ترافیک پشت سرم رو مختل نکنم این درسته جواب سوم ich beachte die Tachoanzeige um die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen Tachoanzeige میشه نمایشگر کیلومتر ترجمه کاملش به این صورته به نمایشگر کیلومتر توجه میکنم تا سرعت رو دست کم نگیرم اینم درسته Was müssen Sie tun, wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen spüren? Lidschwere, Frösteln, plötzliches Erschrecken und so weiter. Ermüdungserscheinungen پدیده خوابالودگی رو احساس کنید چه کار باید بکنید پلک های سنگین لرزیدن از روی, ت... لرزیدن از روی سردی ترسیدن های ناگهانی و غیره اینا رو توی این پرانتز بود جواب اول رادیو را اینشالتن اون ویت رادیو رو روشن میکنیم و به رانندگی ادامه میدیم این اشتباهه چون این روشن کردن رادیو کمکی به خسته بودنتون نمیکنه که شما مثلا دیگه خسته و خواب آلوده نباشید جواب دوم فات فی اوس پاوز انتبغیخن. رانندگی رو برای یک استراحت کافی متوقف میکنیم این درسته شما رانندگیتون رو متوقف میکنید که یک استراحت کافی بکنید مثلا نیم ساعت یک ساعت یا دو ساعت هر چقدر که دیگه بدنتون خسته نباشه دیگه خواب آلوده نباشید 465 Was wirkt auf langen Fahrten der Ermüdung entgegen? در رانندگی های طولانی چه چیزهای باعث جلوگیری از خستگی یا خوابالودگی میشن؟ جواب اول گمنستش اوبونگن وغند پاوزن تمرین های جیمناستیکی در هنگام توقف برای استراحت یعنی وقتی برای استراحت توقف میکنی چند تا تمرین شبیه ورزش صبحگاهی انجام بدین این درسته؟ جواب دوم کفی تخنگن پاوزن به جای توقف کردن برای استراحت قهوه میخوریم این اشتباهه چون خوردن قهوه کمک زیادی نمیکنه حالا خیلی اعتقاد دارن قهوه بخوریم مثلا دیگه خواب آلوده نیستیم دیگه خوابمون نمیاد ولی خب اینطور نیست خیلی کمک زیادی نمیکنه جواب آخرمون rechtzeitige und ausreichende Pausen به موقع و به اندازه کافی برای استراحت کردن توقف می این درسته. 466 Welche Gefahr kann bei der Nutzung von Fahrerassistenzsystemen bestehen? Fahrerassistenzsystemen می System های کمکراننده درجمه کاملش بین صورت, وقتی از سیستم های کمک راننده استفاده بشه چه خطری میتونه به وجود بیاد؟ جواب اول در فاتسک فیغا کن فالش اعواتونگن اندی زستیم هابن راننده میتونه انتظارات اشتباهی از این سیستم داشته باشه این درسته؟ جواب دوم در فاتسک فیغا کن تو وینیخ افتاس فرکیز گشین اختن فکی از گشیهن میشه وقایع ترافیکی یا اتفاقات توی ترافیک ترجمه کاملش به این صورته راننده میتونه کمتر به وقایع یا اتفاقات ترافیکی توجه کنه اینم درسته جواب سوم در فاتویک فیوغا کن دی ایگن فه فه نخل سیگن. ایگن میشه مسئولیت شخصی نخلسیگن میشه غفلت کردن سهل انگاری کردن ترجمه کاملش به این صورته راننده میتونه نسبت به مسئولیت شخصی خودش غفلت کنه اینم درسته هر تا جوابمون درستن 467 واس دی چه چیزهایی میتونن باعث کم شدن توجه توی ترافیک بشن جواب اول شتاک اموزیونن زم بایشپیل فروید ارگر اون احساسات شدید مثلا خوشی عصبانیت بی این درسته؟ جواب دوم لب هفته گفتگوی پرنشاط مثلا وقتی دوستاتون توی ماشینه و همش میگید و میخندید و خیلی خوش و حال هستید به این جور گفتگوها میگن لب هفت اون هلتون خب اینم باعث باعث میشه که شما توجهتون تو ترافیک کم بشه جواب سوم شپنند زندونگن ام اوتو غادیو برنامه های محیج در رادیوی ماشین اینم درسته این برنامه هایی که خیلی محیج باشه اینم توجهتون رو توی ترافیک کمتر میکنه 468 Was lenkt sie während der چه چیزی هنگام رانندگی حواس شما رو به شدت پرت میکنه؟ جواب اول تلفنی با تلفن صحبت کردن خب این درسته؟ جواب دوم انسوندن اینه سیگرته انسوندن میشه روشن کردن یا آتش زدن ترجمهش به این صورته روشن کردن سیگار این درسته؟ جواب سوم کونگلند کیندر اوف دن کونگلن میشه گریه کردن ناله کردن لغت سختی برای تلفظ کونگلن ترجمهش به این صورته بچه هایی که صندلی عقب هستند و همش در حال گریه کردن هستند. این هم درسته وقتی بچه هایی که صندلی عقب باشن هی گریه کنن اینا اینم باعث میشه که شما حواستون پرد بشه 469 Ein langsam Fahrer hindert sie am schnelleren vorwärts kommen. Was ist richtig? یک راننده‌ای که آهسته رانندگی میکنه باعث اختلال برای شما میشه و نمیذاره شما سریعتر رانندگی کنید. چه چیزی درسته؟ جواب اول ich fahre hinter ihm her bis eine Gelegenheit zum überholen kommt. پشت سرش رانندگی میکنم تا اینکه یک فرصتی برای سبقت گرفتن پیدا بشه یا به وجود بیاد این درسته جواب دوم ich fahre ganz dicht auf um den überholweg zu verkürzen خیلی نزدیک بهش رانندگی میکنم که مسیر سبقت گیری یا اون مسافت سبقت گیری رو کوتاه کنم این اشتباهه چون هیچ موقع اجازه ندارید گنس دیخت او کنید یعنی خیلی به راننده جلویی خیلی به خودتون رو نزدیک کنید این کار اشتباهیه جواب سوم ich fordere این mit der lichthupe auf schneller zu با چراغ نور بالا زدن ازش میخوام سریعتر رانندگی کنه یعنی هی بهش چراغ نور بالا میدم که آره سریعتر رانندگی کن خب اینم اشتباهه 470 woran erkennt man den guten fahrer راننده خوب رو از چه چی چیزی میشه شناخت یعنی yani چه جوری میشه فهمید که طرف راننده خوبیه جواب اول er verhält sich partnerschaftlich fährt ruhig und gelassen und verzichtet darauf sich als überlegen zu zeigen partnerschaftlich میشه مشارکتی überlegen میشه چیره مسلط بهتر یا برتر از بقیه ترجمه کاملش به این صورته به صورت مشارکتی رفتار میکنه آرام و خونسرد رانندگی میکنه و از نشان دادن برتر بودن خود خودداری میکنه به صورت مشارکتی رفتار کردن یعنی طرف رفتارش با بقیه خوب و محترمان است خب این درسته یه همچین راننده معلومه که راننده خوبیه جواب دوم افرد غزند ام کنن to beweisen برای ثابت کردن توانایی خودش خیلی سریع رانندگی میکنه این اشتباهه جواب سوم er nutzt jede gelegenheit zum überholen andere abzuhängen und seine überlegenheit zu zeigen auch wenn seine fahrweise mit risiken verbunden ist abhängen میشه پشت سر گذاشتن یعنی وقتی که شما از کنار مثلا یه راننده خیلی سری رد میشید و یارو رو پشت سرتون میذارید طرف رو پشت سر خودتون میذارید بهش میگن اپ هنگن ترجمه کاملش به این صورته از هر فرصتی برای سبقت گرفتن استفاده میکنه بقیه رو پشت سر میذاره و تواناییش رو نشون میده حتی وقتی که طرز رانندگیش با ریسک و خطر همراه باشه خب این هم اشتباهه یه همچین راننده ای راننده خوب نیست

یعنی یه مدتی طولانی شما پشت یک رانندهای بودید که طرف خیلی آهسته رانندگی میکرد و شما هم مجبور بودید پشت سرش بمونید. حالا موقعیت پیش اومده که میتونید از این راننده سبقت بگیرید. چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول نختم اوهولن فقه به تند لنگزم اومده اندرن فقه دی اوزوکنگن زینس فرهالتنس زو فردویتلیشن. فردویتلیشن؟ یعنی روشن کردن مشخص کردن یا نشون دادن ترجمه کاملش به این صورته بعد از سبقت گرفتن خیلی آهسته رانندگی میکنم تا به اون راننده تاثیرات رفتارش رو نشون بدم یا براش روشن بسازم خب این اشتباهه حالا اون یه اشتباهی میکنه قرار نیست که شما بیاید با یه حرکت مثلا اشتباهی کارش رو بخواید جبران کنید جواب دوم Nach dem Überholen schirre ich mit ausreichendem Abstand ein, um den anderen Fahrer nicht zu behindern. Beide Sätze kriegt dann bei Fassellee Kaffi. Dovare belain barmi ta baraye onranande ehtellal ijad nakonam. Indoroste. Ja, wie zwevom? Nach dem Überholen bremse ich kurz ab, um dem anderen Fahrer auf sein langsames Fahren hinzuweisen. بعد از سبقت گرفتن خیلی کوتاه ترمز میگیرم تا به اون راننده گوش زد کنم که داره آهسته رانندگی میکنه خب اینم اشتباهه تو این جواب بالای گفتم که یکی کار اشتباه کرد شما قرار نیست که بیاد با یه حرکت اشتباه کارش رو بخواید جبران کنی 472 اون متلبا به فازی لوس möchten مختن که Und sind sehr wütend. Wie sollten Sie sich verhalten? wütend میشه عصبانی ترجمه کاملش به این صورته دقیقا قبل از اینکه شروع به رانندگی کنید یا حرکت کنید خشمگین شدید و حالا عصبانی هستید. چگونه باید رفتار کنید؟ جواب اول: Ich versuche schnell ans Ziel zu kommen, um mich dort zu beruhigen. به میشه آرام شدن یا آرام کردن ترجمه کاملش به این صورته سعی میکنم سریعتر به مقصد برسم تا خودم اونجا آروم کنم این اشتباهه جواب دوم ich fahre erst los wenn ich mich wieder beruhigt habe زمانی حرکت میکنم که خودم رو آروم کرده باشم یعنی زمانی که دیگه عصبی نیستم و آروم شدم این درسته چون وقتی که عصبانی باشید رانندگی کردن یکم خطرناکه واسه اینکه تمرکز درستی توی رانندگیتون ندارید جواب سوم ich fahre los um mich durch die fahrt von meinem ärger abzulenken حرکت میکنم تا حواسم رو نسبت به عصبانیت توسط رانندگی پرت کنم یعنی توسط رانندگی عصبانیت خودم رو فراموش کنم و آروم بشم اینم اشتباهه شما وقتی عصبی هستید خیلی عصبانی شدید به خاطر حالا هر چیزی باشه دیگه بهتر که رانندگی نکنید اول آروم بشید بعد رانندگی کنید 473 زی زند دوی این گفارن برمزونگ نو کنپ اینم فرکیز اون انتگنگن ایره هنده اون کنی تیتران ایر فاصل است نوخ وید انتفرنت واس سی زی تون انتگیهن میشه نجات یافتن میشه لرزیدن ترجمه کاملش به این صورته شما توسط یک ترمز خطر از یک تصادف حتمی نجات یافتید دستها و زانوهای شما میلرزه مقصد شما هنوز خیلی دوره چه کار باید بکنید؟ جواب اول ایش فاق vorsichtig bis توان نکستن حلت مگلیکت ویده اون میخ zu خیلی با احتیاط تا امکان توقف بعدی به رانندگی ادامه میدم تا خودم رو اونجا آروم کنم یعنی فعلا با احتیاط به رانندگی ادامه میدم تا یه, موقعیت مناسب برای توقف کردن پیدا بشه که بتونم اونجا خودم رو آروم کنم این درسته جواب دوم ich fahre vorsichtig bis zu meinem Fahrziel weiter um mich dort این قوه تو اهولن با احتیاط تا مقصدم به ادامه میدم که اونجا با خیال راحت یا با آرامش تجدید قوا کنم یا اینکه خودم رو آروم کنم این اشتباهه وقتی دست و پاتون میلرزه ترس دارید اینا دیگه نمیشه که تا مقصدتون برید و اونجا خودتون آروم کنید دیگه تا اون موقع رو یه جورایی میشه گفت آروم میشید یا اینکه به خاطر اون لرزش دستاتونو ترسی که دارید ممکنه بازم یه تصادف چیزی براتون اتفاق بیفته 474 ه چه was müssen Sie beachten wenn sie nach einem langen arbeitstag noch ein Fahrzeug führen وقتی پس از یک روز کاری طولانی یک وسیله نقلیه ای رو برانید به چه چی چیزی باید توجه کنید جواب اول ich werde schneller müde سریعتر خسته میشم یعنی زودتر احساس خوابالو دیگه میکنم این درسته چون خسته اید و یک روز طولانی رو کار کردید زود خسته میشه زود خوابتون میاد جواب دوم ich mache weniger Fahrfehler اشتباهات رانندگی کمتری میکنم خب این اشتباهه چون وقتی خسته باشید اشتباهات بیشتری میکنید ولی این گفته اشتباهات کمتری میکنم جواب سوم ich fahre weniger konzentriert با تمرکز کمتری رانندگی می این درسته چون وقتی خسته باشید تمرکزتون کمتره 475 Warum wirkt sich umweltschonendes Fahren im Allgemeinen auch auf die Verkehrssicherheit günstig aus Umweltschonendes Fahren miche ranandegi sazgar ba mohit ziist ترجمه کاملش به این صورته چرا رانندگی سازگار با محیط زیست به طور کلی تاثیر مطلوبی یا مثبتی روی ایمنی ترافیک داره جاب اول ویل بایم اومول شونندن فاغن هوه گشوندیکایتن فمیدن وردن زو دست گفیلیش زیتواتسیونن زلتنه افتخیتن چون هنگام رانندگی سازگار با محیط زیست از سرعت های بالا اجتناب میشه یا پرهیز میشه به طوری که موقعیت های خطرناک خیلی کم اتفاق میفته این درسته جواب دوم weil beim fahren mit alternativen kraftstoffen nur langsam gefahren werden kann چون هنگام رانندگی با سوخت های جایگزین یا سوخت های دیگه فقط میشه آهسته رانندگی کرد یعنی وقتی شما از سوخت دیگه استفاده کنید فقط میتونید آهسته رانندگی کنید و دیگه با سرعت بالا نمیتونید رانندگی کنید خب این اشتباه هستن ربطی به سوخت های جایگزین یا سوخت های دیگه نداره جواب سوم weil dabei vorausschauend gefahren wird so dass etwaige gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können etwaige میشه ممکن غیر منتظره ترجمه کاملش به این صورته چون در این هنگام به صورت پیش بینانه رانندگی میشه طوری که خطرات ممکن زودتر تشخیص داده میشه و به همین دلیل خیلی خوب میشه از اونها پرهیز کرد این جوابم درسته 476 این پیکوی اوبرهولت لایخت زینگ ایره wegen Gegenverkehr will er vor ihrem Vordermann einscheren. Dieser ärgert sich und macht dicht. Was machen sie? Leichtsinnig, michе Bobby erhielti, wo bi tawajjhi. Vordermann michе شخص جلوی یا همون راننده‌ی کجلوی شما هست. ترجمه کاملش به این صورته: یک خودروی سواری با بی احتیاطی از ردیف ماشین هایی که پشت سر هم رانندگی میکنن سبقت میگیره به خاطر ترافیک مقابل میخواد جلوی راننده که جلوی شما هست برگرده به لاین خودش راننده جلوی شما از این کار عصبانی شده و به اون راه نمیده شما چی کار میکنید جواب اول نیت دن بین دافون نیخت بتخفن میشه ربط داشتن مربوط شدن ترجمه کاملش به این صورته هیچی چون ربطی به من نداره این اشتباهه جواب دوم ich نخ nach und دن den Vordrängler einschigen Vordrängler میشه کسی که خودشو به زور جا میکنه حالا اینجا میشه همون راننده که اومده سبقت گرفته و میخواد دوباره برگرده به لاین و این سعی میکنه خودش یه جوری توی این لاینی که اصلی هست لاین خودش هست میخواد یه جوری خودش رو جا کنه اینجا به یه همچین جایی موقعیتی بهش میگن فاد غنگله کسی که یه جورایی میشه گفت به زور خودش میخواد جا کنه دیگه ترجمه کاملش به این صورته من کوتاه میام و اجازه میدم اونی که داره خودش رو جا میکنه بیاد توی لاین این درسته این هم میشه گفت یکی از نشانه های اینه که شما مثلا راننده خوبی هستید چون باید بعضی موقع از حقتون بگذرید جواب سوم اوخ ایش مخدخت ام دم اینن دنگ چتل تو فرپسن دنگ میشه درس عبرت یا تنبیه ترجمه کاملش به این صورته من هم بهش راه نمیدم تا براش یک درس عبرت بشه خب اینم اشتباهه فقط جواب دوم درسته یه همچین موقعیت های کتا میاد که اون طرف بیاد دور لاین خودش برگرده و یعنی اونجا تصادفی اتفاق میفته پس شما اینجا باید از حق خودتون بگذارید و اجازه بدید بیاد توی لاین خودش دوباره 477 فو اینن فیت این, این لستسوگ در رخت بلنگت هنتر اینن درنگلت این اونگدولیگر پیکاوی فاره درنگل میشه فشار آوردن ترجمه کامل سال به این صورته جلوی شما یک تریلی رانندگی میکنه که به سمت راست راهنما میزنه پشت سر شما یک راننده سواری کم حوصله هست که هی به شما فشار میاره که سریعتر برید یا سریعتر رانندگی کنید چی کار میتونید بکنید جواب اول ich überhole erst wenn ich selbst ganz sicher das die Verkehrslage das gefahrlose überholen zulässt. زمانی سبقت میگیرم که خودم کاملا مطمئن باشم که وضعیت ترافیک سبقت گرفتن بدون خطر رو اجازه میده. یعنی وقتی سبقت میگیرم که بدونم وضعیت ترافیک برای سبقت گرفتن مناسبه و هیچ خطری پیش نمیاد. این درسته؟ جواب دوم، ich vergrößere den Abstand zum Lastzug um dem Trenngler das überholen zu erleichtern. Forselro az treyli bishtar mikunam ta sabqat gereftan ro baraye un ronandei hast rahat Inam doroste. Job ich überhole, weil ich vermute, dass mir der Lastwagenfahrer ein Zeichen zum Überholen geben will. سبقت میگیرم چون احتمال میدم یا حدس میزنم که راننده تریلی میخواد به من اشاره کنه که من میتونم سبقت بگیرم این اشتباهه هیچ وقت بر حسب حدس و گمان رانندگی نکنید 478 اف این اشت خاصه اوز هلپ گشلوسن اوچفتن فیرد فو اینن این پیکوی اتواز لنگزمه از از اس ارلاوبت است زی ارگن زید. über den langsameren PKW. توی خیابانی بیرون از شهر جلوی شما یک خودروی سواری آهسته تر از حداقل سرعت مجاز داره رانندگی میکنه. از این راننده عصبانی هستید. چگونه باید رفتار کنید یا چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول ایشو به شتله در یک محل مناسب سبقت میگیرم. این درسته؟ جواب دوم ich betätige die Lichthupe bis der PKW vor mir schneller fährt با چراغ نور بالا بهش علامت میدم تا اون راننده سریعتر رانندگی کنه این اشتباهه هیچ وقت با این کاراتون کسی رو مجبور نکنید که مثلا سریع از جلوتون بره کنار یا سرعتش رو بیشتر کنه مثلا این لیخت هوپه یا همون هوپه معمولی یعنی بوغ زدن یا چراغ نور بالا بهشون ندید که مثلا بزنه کنار یا مثلا سرعتش زیاد کنه هیچ وقتی این اجازه رو ندارید جواب سوم ich passe meine geschwindigkeit dem vorausfahrenden an anpassen که میشه تطبیق دادن یا وفق دادن ترجمه کاملش به این صورته سرعتم رو با راننده جلویی تطبیق میدم یا وفق میدم یعنی سرعتم رو هم اندازه سرعت راننده جلویی میکنم این درسته 479 Welche Ursachen führen häufig bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende zu Verkehrsunfällen? Ursache Mische Dalil Elat Freizeitfahrt میشه سفر تفریحی یا مسافرت تفریحی ترجمه کاملش به این صورته در سفرهای تفریحی شبانه در آخر هفته چه عواملی اکثرا باعث تصادف های ترافیکی میشه جواب اول یوگندلیخه دی این فاتسک فیرن هم افت وینیگ فتخوت هایت مت فل بزدستن فاتسویگن یوگندلیخه میشه نوجوانان فتخوت هایت میشه اعتماد باور اطمینان و اینجا یه همچین موقعیتی میشه تجربه هم ترجمه کرد اینا. ترجمه کاملش به این صورت حالا نوجوانانی که یک وسیله نقلیه ای رو میرانند اکثرا از ماشینهای پر از مسافر تجربه کمتری دارند یعنی اکثرا موقع رانندگی یا تنها بودن یا اینکه یکی دو تا مسافر توی ماشین داشتن و حالا توی اینجور موقعیت ها اکثرا دوستاشون هم باهاشه و ماشین کاملا پره واسه هم میگه نوجوانان که وسیله نقلیه ای رو میرانن اکثرا از ماشین های پر یا پر از مسافر تجربه کمتری دارن این درسته چون اوایل که وقتی رانندگی کردن اکثرا یا تنها بودن یا نهایت یه نفر یا دو نفر بودن ولی تو همچین مسافرت های شبانه که آخر هفته است یا میبینیم مثلا ماشینشون پر از مسافر اون هم آرا دوستاست یا آشناس هرچی است واسه هم این باعث ممکنه باعث تصادف بشه جواب دوم یوگندلیخه دی این فاتزویگ فیرن هم افت ونیگ ویسن اوبر از ریگلن نوجوانانی که یک وسیله نقلیه ای رو میرانند اکثرا اطلاعات کمی از قوانین ترافیک دارن خب این اشتباهه چرا چون قوانین ترافیک رو همتون دارید میخونید همین سوالایی که دارید میخونید مال گواینام هم اینا همشون قوانین ترافیکیه پس نمیشه گفت وقتی یکی گواینامشو میگیره هنوزم اون دانایی کمتری یا اطلاعات کمتری از ترافیک داره و همین جواب اشتباهه جواب سوم یوگندلیه دی این فاتوک هم افت وینک فا افارونگ بای که یک وسیله نقلیه رو میرانند تجربه کمتری از رانندگی در شب دارن این درسته چون اکثرا حالا ممکنه شبا زیاد توی تاریکی رانندگی نکرده باشن چون اوایل اینه که گواینامه گرفتن جوونن و زیاد توی تاریکی رانندگی نکردن تجربه کمتری دارن 480 زیزیند زیند اونتا چایت دروک وراف موسن زی اختن دروک میشه فشار زمان ترجمه کاملش به این صورته شما تحت فشار زمان هستید به چه چی چیزی باید توجه کنید منظور از تحت فشار زمان یعنی دیرتون شده و عجله دارید جواب اول ich دیگش das bedürfnis die geschwindigkeit zu به کمفن میشه مقابله کردن یا مبارزه کردن bedürfnis میشه نیاز من با نیاز عبور کردن از حد مجاز سرعت مبارزه میکنم یعنی چون عجله دارید و دیرتون شده نیاز دارید که از حد مجاز سرعت بگذرید و با سرعت بیشتری رانندگی کنید ولی با این نیاز مبارزه میکنید و طبق سرعت مجاز رانندگی میکنید این درسته جواب دوم ich bekämpfe das bedürfnis die ampeln auch bei rot من با نیاز عبور کردن از چراغ قرمز مبارزه میکنم یعنی چراغ قرمز رو رد نمیکنم اینم درسته سوال یکم پیچیده اینو ترک کردن برای به خصوص برای مهاجرین یکم درک این جور سوالات یکم سختره یه یک جوری اومدن پیچیدش کردن سوالات و جواب رو جواب سوم ich bekämpfe das bedürfnis die sicherheitsabstände zu unterschreiten من با نیاز این که با فاصله ایمنی کمتری رانندگی ای کنم مبارزه میکنم یعنی فاصله ایمنی رو رعایت میکنم اینم درسته. هر سه 481. Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen? Wachti نوجوانان در سفرهای تفریحی در آخر هفته یک وسیله نقلیه رومیروند. اکثرا تصادفات ترافیکی شدیدی اتفاق میفته چه عواملی اینجا نقش مهمی دارن؟ جواب اول تیگرلیک فاوائزه تیگرلیک میشه با تردید با درنگ ترجمهش به این صورت ترجمه کامل جواب طرز رانندگی با تردید یعنی همیشه تردید دارن و مطمئن نیستن این اشتباهه این ربطی نداره که به مثلا تصادفات شدیدی اتفاق بیفته. جواب دوم اون انگ پست سرعت نامناسب این درسته چون آخر هفته است سفرهای تفریحی دارن میرن اونم شب دوستاشون هم 100 درصد بغلشه و واسه همین سرعتش نامناسبه این باعث میشه سرعتی که نامناسب باشه یعنی مثلا سرعت خیلی زیاد بره باعث های شدید بشه جواب سوم ه غیزیکو به شفت ریسک پذیری بالا یعنی اینکه اکثرا ریسک میکنن و کارهای خطرناکی انجام میدن اینم هم درسته 482 این پیکاوی شید نختم او به هولن اون اوز غیخندن اپشتند فا اینن این وی فهالتن یک خودروی سواری پس از سبقت گیری بدون اینکه فاصله ایمنی کافی از شما بگیره جلوی شما برمیگرده به لاین خودش چگونه رفتار میکنید

um به هندگونگ Behinderung aufmerksam zu مخن چراغ نور بالا میدم تا اون راننده رو نسبت به اختلالی که ایجاد کرد آگاه کنم این اشتباهه گفتم که هیچ موقع یک اشتباهی کرد شما نباید باید با یک کار ناسحی یا کار غلط اونو مثلا جبران کنید حالا این لیخت هوپ دادم یا با این چراغ نور بالا یا با بوق اینا دیگه نیازی نیست حالا اون یک کاری کرد شما نیازی نیست که اینجا Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeischlängelt. Wie verhalten Sie sich? Vorbeischlängeln muss so als که اینجا میشه همون موتور سوار که بین همه ماشینا داره رد میشه رو بهش میگن فوبایش لنگن یعنی از لابلای از بین همه رد شدن ترجمه کاملش به این صورته در حالی که توی راه بندان ایستاده اید توی آینه عقب میبینید که یک موتور سوار چطوری داره از لابلای ماشین ها خودش رو رد میکنه شما چگونه رفتار میکنید جواب اول ایش زوگه دافیا دس اوخ ایر انهالتن موست مواظب اینم که اون هم باید توقف کنه یعنی کار میکنم که اون موتور سوار هم باید توقف کنه این اشتباهه گفتم که یکی کاری کرد دیگه شما نباید جبرانش کنید اینجا وقتی اون میاد از لابل ماشین رد میشه دیگه شما کاری بهش نداشته باشید جواب دوم اخلاص اینفو بای فاغن اجازه میدم از کنارم عبور کنه این درسته بذارید رد چه بره جواب سوم ای هوپه اون نوتیر زاین کنزایچن این دیگه واقعا جوابش دیگه خیلی زای است بوق میزنم و شماره پلاکش رو یادداشت میکنم خب این اشتباهه یه ربطی نداره دیگه وقتی موتور سوار میاد در لاول ماشین رد میشه دیگه نیاز نیست شما بیاید شماره پلاکش رو یادداشت کنید میخواید برید به پلیس چی بگید آخر بگید داره الله این ماشینا رد شد طرف یه بذارید بره 484 Sie fahren auf einer Landstraße und werden von, äh, von einem hinter ihnen fahrenden Pkw bedrängt. Wie sollten sie reagieren? Äh, bedrängt. Wie sollten sie reagieren? Ich erhöhe meine Geschwindigkeit. Bis der nachfolgende PKW aufhört mich zu bedrängen. Soratam Rosyot McConnam, Taun Ronande Pushti Sari, Astah Te Fisorgo, man das Badere. In der Stimme, Jobbe ich vermindere meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende PKW aufhört mich zu bedrängen. سرعتم رو کاهش میدم تا اون راننده پوچسری از تحت فشار گذاشتن من دست برداره. اینم اشتباهه. جواب سوم. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden PKW das Überholen zu ermöglichen. سرعتم رو ثابت نگه میدارم دارم و خودمو به سمت راست می گیرم تا سبقت گیری رو برای راننده پوچسری ممکن بسازم. این درسته. خب سال آخرمون توی این ویدیو 485 زی او به هولن اف این اوتوبان فون هنتن نهد زیخ این پیکاوی مت هوا گشوندیکایت لیخت هوب و این گشالتتن بلنکا وی فرحالتن زی زیخ توی اوتوبان سبقت میگیرید از پشت سر یک خودروی سواری با بو سرعت بالا چراغ نور بالا یا همون فلاشر و راهنمای روشن به شما نزدیک میشه چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول ایشو به هول تسوگیگ ویتر سریع به سبقت گیری ادامه میدم این درسته چون شما در زمانی هستید که اومدید توی لاین سمت چپ و در حالت سبقت گیری هستید پشت سر یه ماشینی با صورت بالا دارید میبینید که میاد و هی داره نور بالا میزنه و راهنماش روشنه خوی همچه موقعیتش دیگه شما سریع سبقت گیریتون رو انجام میدید که بعدش بتونه اون راننده از پشت سرتون عبور کنه جواب دوم ich wechsle frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen در اسرع وقت به لاین سمت راست میرم این هم درسته یعنی همین که از راننده سمت راستتون سبقت گرفتید چند به جلوتر که رفتید اون فاصله ایمنی که رعایت شد دیگه برمیگردید سمت راست یا همون به خودتون جواب سوم ich verzögere langsam به آرامی سرعت رو کاهش میدم این خب این اشتباهه خب اینم از 25 تا سوال توی این ویدیومون امیدوارم که از سوالات و ترجمه سوالات توضیح ها راضی باشید اگر مشکلی در مورد این سوالات داشتید یا در مورد ترجمه سوالات حتما کامنت بذارید من سعی میکنم جوابتون رو بدم تا ویدیوی بعدی سوالات بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون خدا نگهدار